خلاص علا شدن محافظان عبدالله عبدالله از سوی طالبان، احمد مسعود: طالبان مذاکره نکنند جنگ اجتناب ناپذیر رخ میدهد. یونس قانونی: احمد مسعود دنبال جنگ نیست، اما دفاع از کشور را از پدرش به ارث برده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. محمد یونس قانونی، رئیس سابق مجلس نمایندگان افغانستان، در گفتگوی اختصاصی با اندپندنت فارسی با تاکید بر این که به طور پیوسته با احمد مسعود در تماس است اظهار داشت: احمد مسعود فرزند قهرمان ملی افغانستان در صدد خلق بحران، ماجرا، کشمکش، درگیری و جنگ نیست. احمد مسعود از اول بر راه حل سیاسی و ختم جنگ و بحران در افغانستان تاکید داشته است و موضع او کماکان همین است. یونس قانونی با این حال هشدار داد که اگر تحریک طالبان به جنگ متوسل شود و اقدام به حضور در پنجشیر کند، مردم در کابل و دیگر نقاط افغانستان را مورد فشار و تهدید قرار دهد، در این صورت جنگ و مقاومت در برابر طالبان اجتناب ناپذیر می شود. او که از همرزمان احمدشاه مسعود در دوران اشغال افغانستان و جنگ با طالبان به حساب می آید، گفت: احمد مسعود در صورتی که روش و کارکرد طالبان جنگ را تشویق کند و اجتناب ناپذیر سازد، مقاومت و دفاع از مردم و کشور را از پدر شهیدش به ارث برده است. در آن صورت این ظرفیت وجود دارد که یک محوریت سراسری و ملی به وجود بیاید. قانونی گفت: خوشبختانه یکی از محاسن این حوادث این است که مردم در افغانستان قومی تقسیم نشدند. مقاومت بر مبنای یک اندیشه و تفکر است و در آن پشتون، تاجک، هزار، ازبک و غیره حضور دارند. یونس قانونی گفت: اگر طالبان از میان دو گزینه، گزینه جنگ را انتخاب کنند، یعنی شیوه ای را که مردم قبول ندارند، آن وقت مقاومت اجتناب ناپذیر می شود و احمد مسعود این ظرفیت را دارد که در بین جوانان افغانستان محوریت مقاومت را شکل دهد. یونس قانونی که اکنون برای دیدار و گفتگو با مقامات پاکستان در این کشور به سر می برد، درباره این سفر به اندپندنت فارسی گفت: اساساً دعوت ما از یک ماه قبل تنظیم شده است، اما به دلیل مخالفت تیم انحصار طلب آقای غنی، سفر ما در 15 اوت انجام گرفت. او افزود: زمانی که ما در هواپیما نشسته بودیم، هنوز ورود نظامیان طالبان به کابل صورت نگرفته بود. در آن وضعیت ما برای بحث محورهای دیگری را در نظر داشتیم، اما پس از انکشافات نظامی که در کابل به وقوع پیوست، محور مذاکرات ما نیز تغییر کرد. قانونی گفت: در این مورد ما دو محور مشخص داشتیم. در گام اول سوال این بود: از این روز که خلق قدرت به وجود آمده، غنی فرار کرده، تا تشکیل دولت جدید اولویت چیست؟ در این بخش تمام تقاضای ما این بود که پاکستان با استفاده از نفوذی که بر طالبان دارد، از خونریزی، خشونت و تعرض به مناطقی که هنوز در اختیار طالبان نیز، جلوگیری کند. او گفت: مقامات پاکستان از این پیشنهاد استقبال کردند. ما تاکید کردیم که اگر خشونت و تعرض به خانه ها و جان و مال و عزت مردم ادامه پیدا کند، زمینه هر نوع تفاهم بعدی از بین می رود. طالبان از این پیشنهاد استقبال کرد. طالبان محافظان عبدالله عبدالله را خلاص علا کردند. یک منبع به اندپندنت گفت که طالبان پس از ورود به کابل، تمام محافظان دولتی عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، را خلاص علا کردن، اما به عبدالله عبدالله اطمینان دادن که جانش در خطر نیست و جنگجویان طالبان در بیرون از خانهش در محله کارت پروان مراقب جان او هستند. احمد مسعود میگوید: طالبان مذاکره نکنند جنگ اجتناب پذیر می شود. احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود، چهره نمادین استادگی در افغانستان، که از پنجشیر جبهه مقاومت علیه طالبان را تشکیل داده، تاکید کرد که به مذاکره صلح آمیز امیدوار است، اما در عین حال نیروهایش برای نبرد آماده‌اند. رویترز به نقل از او گزارش داد: می‌خواهیم مذاکره کنیم، اما برای نبرد آماده‌ایم.
العربیه که به احمد مسعود مصاحبه کرده عنوان او تسلیم طالبان نخواهد شد را برای گزارش خود در این زمینه انتخاب کرده است. به گزارش العربیه احمد مسعود تاکید کرده است که مناطق تحت کنترل خود را به طالبان تسلیم نخواهد کرد. احمد مسعود همزمان با پیشروی سریع طالبان در افغانستان پس از اعلام تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از این کشور برای تشکیل جبهه مقاومت علیه طالبان به پنجشیر رفت. پنجشیر تنها منطقه در افغانستان است که طالبان نتوانستند آن را تصرف کنند. طالبان یک شنبه هفته گذشته کابل را تصرف کردند و میگویند به دنبال یک تشکیل امارت اسلامی است. شبکه العربیه به نقل از احمد مسعود نوشت اگر طالبان برای تصرف پنجشیر تلاش کند با مقاومت مواجه خواهد شد. احمد مسعود گفت ما با شوروی مقابله کردیم و می توانیم با طالبان هم مقابله کنیم. اشاره او به استادگی پدرش در مقابل تعرض جماهیر شوروی سابق به افغانستان در دهه 80 میلادی است. برخی گزارش ها آکی از آن بود که طالبان 4 ساعت برای پیشروی و سوی پنجشیر در شمال کابل فرصت دادند. اما احمد مسعود 32 ساله که به همراه امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور جبهه مقاومت تشکیل داده تاکید کرد که مناطق تحت کنترل خود را تسلیم نخواهد کرد. او گفت در صورتی که شرایط صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود می تواند طالبان را که احمد شاه مسعود را ترور کردند ببخشد. پدر احمد مسعود چند روز قبل از حمله تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی نیویورک ترور شد. احمد مسعود خواستار تشکیل دولت فراگیر شده است. او در این حال هشدار داد اگر طالبان گفتگو را رد کنند جنگ اجتناب ناپذیر خواهد بود. فرزند احمد شاه مسعود در سرمقاله‌ای که در واشنگتن پست نیز با اشاره به پیشبینی چنین شرایطی اعلام کرده اعضای ارتش افغانستان به پنجشیر آمدند. احمد مسعود در این مقاله به ذخیره تسلیحاتی و مهمات اشاره کرد که جبهه مقاومت در طول سالها در دوران استادگی پدرش به دست آورده و یا اعضای ارتش افغانستان با خود به پنجشیر آورده است. او هشدار داده است که طالبان در صورت دست اندازی به پنجشیر با مقاومت روبرو خواهند شد. تشکر از توجهتان برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما. لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگارو سرفراز باشید.